این روزهای پایانی حکومت ننگین آخوندی است و دست و پا زدنهای حکومت رو هرچه به پیروزی ایران نزدیک میشیم بیشتر میشه و نشانه های بسیاری در این امر قابل مشاهده است. در آخرین نمونه صحبت های تازه وزیر حزب اللهی ارشاد که واقعا ضد هنر هست، مثل بقیه وزرایی که در طول 44 سال انتخاب شدن در بخش فرهنگ و هنر که خاتمی هم یکی از اونها بود، او درباره هنرمندان با شرف قبل از واقعه سال 57 دوباره صحبت کرده. گرچه همه می دانیم که با روی کار آمدن رژیم خمینی که به تلاش امریکا و انگلیس برای ضدیت با ایران و آبادانی و پیشرفت ایران صورت گرفت تا بتوانند سلطنت شاهنشاهی رو که در طول 50 سال که از انقلاب رضا شاه بزرگ شروع شد و در ادامه محمد رضا شاه پهلوی راه پدرش رو ادامه داد و حتی انقلاب سفید رو انجام داد و ایران قدرتمند و ثروتمند داشت به دروازه های تمدن بزرگ نزدیک می شد، چون دارای اقتصادی شگرف شده بود، دارای پشتوانه‌ای قوی با داشتن ثروت هنگفتی که در ایران وجود داشت. اونها احساس کردند یک رقیب بیمانند برای انگلیس و امریکا داره درست میشه و به همین جهت انقلاب شاه رو، انقلاب حکومت پهلوی رو، سلطنت شاهنشاهی رو با ضد انقلاب خمینی که در سال 57 انجام شد جلوی آبادانی و پیشرفت رو گرفتند و 600 سال ایران رو تا امروز به عقب بردند. یعنی در طول 44 سال کارهایی کردند که ایران به 600 سال قبل نزدیک شده. اما حالا 5 ماهی است که مردم باز با تکانی حیرت آور و بزرگ و حرکتی شگفت انگیز دارند انقلاب نوین رو ادامه میدند و از 5 ماه قبل شروع کردند با این همه کشته و زخمی و زندانی، اما دارند همچنان ادامه میدند تا به پیروزی نهایی برسند. حالا مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد که وزیر آخوند رئیسی است عنوان کرده برای فضاسازی و تغییر فضا و ایجاد فضای عادی، دیروز اعلام کرده هنرپیشگان و کارگردانهای قبل از واقعه سال 57 میتونند به ایران بیایند که بیشتر به نظر بیاد منظورش بهروز وثوقی است و دیگر کسانی مثل آقداشو و هنرپیشه ها و کارگردان هایی که در خارج هستند و قبلا نمیتونستند بیان یا خواننده هایی که دارند در خارج خوانندگی میکنند، منظورش این هاست. البته بهروز وثوقی که بیشتر دلش هوای ایران کرده و قبلا گفته بود دوست داره به ایران بره و بر قبر پدر و مادرش حاضر بشه و در ایران زندگی کنه، حتی اگر کارم نکنه فقط زندگی کنه، که بعدن سردمداران حکومت و کسانی که جفت‌سازی میکنن در حکومت اسلامی شروع کردند بعد از این صحبت‌ها، گفتند این هنرپیشه با خواهر شاه ارتباط داشته و این هنرپیشه حتی در یک قتل هم شرکت کرده، یعنی در دورانی که در ایران بوده حتما نمیدونم، و شروع کردند کسانی که معمولا در اطراف حکومت هستند این مسائل رو عنوان کردند و جار و جنجالی راه افتاد. بهروز وثوقی از گفته خودش پشیمان شد و سریعا عقب نشینی کرد و اعلام کرد که قصدی برای رفتن به وطن با وجود جمهوری اسلامی ندارد. اما حالا وزیر ارشاد در صحبت‌های دیروز خودش دوباره اومده اعلام کرده که اجازه کار به همه کسانی که در
خارج هستند هنرپیشه‌ها و کارگردان‌ها اجازه کار خواهد داد و یک نفر رو هم اسم برده که اون اومده و کار هم کرده و الان هم اجازه فیلم بهش دادیم که منظورش مرتضی عقیلی است که به ایران رفت و یک تئاتری هم بازی کرد و کارگردانی کرد ظاهراً یا فقط بازی کرد نمیدونم و الان در ایران زندگی میکنه و حالا وزیر ارشاد اسماعیلی دیروز میگفت اجازه فیلم هم بهش دادیم. البته اسمی از مرتضی عقیلی نبرد ولی فقط مرتضی عقیلی که رفته تئاتری کار کرده و میخواد فیلم هم کار کنه. و بقیه هم میتونن به ایران برگردن، هیچ مشکلی نداره. آقای رئیسی موافق هست و بیشتر هم منظورش بهروز وثوقی است که چون علنی اعلام کرده بود که میخوام برم ایران. این البته چون خودشون میدونن وضعیتشون خراب هست با هر ترفند و به هر دری میزنن تا بتونن فضا رو در داخل ایران و خصوصا خارجی ها عادی جلوه بدن و بگن ببینید ما حتی به این افراد هم اجازه ورود میدیم. حالا به صحبت های این شخص یعنی وزیر ارشاد اسماعیلی گوش کنید. ما این 4-5 ماه ویژه‌ای رو پشت سر گذاشتیم دیگه، از اواخر شهریور شروع شد تا ادامه پیدا کرد. خب یه بخشی از این چهره‌هایی که تو این زمینه در واقع حضور داشتن، چهره‌های فرهنگی هنری به قول معروف سلبریتی‌ها بودن که بخش عمده‌اش در حوزه هنر قرار داشت. من و دوستانم در وزارتخونه بنامون این بود که هر چقدر میشه جلوی دو قطبی سازی رو بگیریم، این وری اون وری، این خطرناکی برای حوزه فرهنگ کنه. و خب شما میدونید ما در داخل کشور گرایش های سیاسی تندی رو داریم از هر طرف و ممکنه این فضا رو بعضی ها دوست داشته باشه ما بیان کامل یه جریان هنری رو از کشور حذف کنیم، یه طرف دوست داشته باشن که نه ما منفعلانه همه اون داشته های خودمون رو نادیده بگیریم بریم به سمت همون الگوهایی که غربی ها دارن دیکته میکنن. ما در دولت جمهوری اسلامی معتقدیم که حوزه ایرانی اسلامی حوزه ای است که با هم جمع شدن، یعنی ارزش های ایرانی مسلمان امروز با داشته های سنتی دینی و تاریخی و باستانی خودش تعارضی نداره. جمهوری اسلامی این تعارض حل کرد. بعضی ها دوست دارن این تعارض همچنان باشه. ما هیچ تعارضی رو نمیدیم. ما دو قطبی سازی کاملا مخالفیم. در این حال در این مدت تلاش کردیم با حتی اکثر گفتگو تعامل اجازه ندیم فضای هنری بیش از این تحت تاثیر قرار بگیره. شما مشاهده کردید جشنواره تئاتر ما با استقبال بسیار خوب، جشنواره حقیقت خود به هر حال با همه دشواری هایی که داشت هنوز التهابات ادامه داشت در اون روزها انجام شد، جشنواره فجر با این قوت، با این داورای درجه یک، با این فیلم های بسیار خوب، با این حضور قدرتمندانه انجام شد و ما در این جایگاه امروز ایستادیم. باز آغوشمون برای همه بازه، برای همه هنرمندانمون. این موضوع هم که حضرت آقا اعلام کردن، دو آقای رئیس جمهور دستور دادن ما در داخل دولت هم تداوم بهش بدیم. مثلا شاید بعضی از این چهره هایی که دچار مشکل شدن محرومیت هایی براشون به وجود اومده باشه، آقای رئیس جمهور دستور دادن بررسی کنیم تا حد امکان محرومیت ها رو تعدیل کنیم، برطرف کنیم و این کار رو داریم انجام میدیم. ما در یه همکاری نزدیک با دوستانمون در بخش های نظارتی و قضایی داریم این موضوع رو جلو میبریم. اونهایی که به خارج از کشور رفتن هم پیگیر حل مشکلاتشون هستن اگه بخوان برگردن؟ ما در داخل کشور هیچ محدودیتی برای کسی نداریم. حتی ما یه وقتی با آقای رئیس جمهور صحبت می‌کردیم، هنرپیشه‌هایی که قبل از انقلاب در ایران بودن تا یومنا هازا، به هر حال انسان ممکن دچار غفلت بشه. شما سال گذشته شاهد بودیم ما یه هنرمندی داشتیم بعد از 42-43 سال برگشت، ما بهش مجوز دادیم اجرا کرد، الان هم مجوز فیلم دادیم، در حالی که خیلی ها به من انتقاد می‌کردن آقا شما چرا حالا برگشته چرا بهش مجوز میدید، چه اشکالی داره؟ تو قواعدی که ما داریم طبق ضوابط ما کار کنه، فضا براش مهیاست. با این صحبت‌هایی که کرد نشانه‌های بارزی است از نتایج انقلاب نوین ایران، انقلابی شگرف که توانست جهان رو آگاه کنه از نارضایتی مردم
خصوصا زنان که پیش قراولان انقلاب هستند و بودند و در طول این 5 ماه که دیروز روز 40 دو زندیاد محمد حسینی و محمد مهدی کرمی بود، دو قهرمانی که جونشون رو فدای ایران کردند و دیروز در 40 روز دوباره مردم سراسر ایران انقلاب رو ادامه دادند، یعنی نشان دادند که انقلاب زنده است. در اغلب شهرهای ایران به خیابانها آمدند و فریاد زدند، بسیاری از شهرها هم شلوغ بود و این نشون میده که ایران آرام نیست. به امروز جمعه هم در زاهدان باز طبق روال هر هفته شلوغ بود و هنوز ادامه دارد و تازه 28 بهمن 17 فوریه باز امروز کنفرانس مونیخ هم شروع شده که در این کنفرانس شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علی نژاد هم از طرف ایران نماینده هستند که در این کنفرانس شرکت کنند. حتی در جشنواره فیلم برلین هم که شروع شده هنرپیشگانی درباره آزادی ایران و انقلاب صحبت کردند، از جمله گلشیفته فراهانی صحبت کرده، ابراهیمی صحبت کرده، هنرپیشه‌ای که جایزه هم گرفت امسال در فرانسه. به هر حال وضعیت ما بسیار بسیار داره خوب پیش میره، امیدوار باشیم، اما خیابونها رو نباید ترک کنیم و بودن در خیابانها نشانه ادامه انقلاب هست و آخرش هم پیروز خواهیم شد. تا برنامه دیگر، بدرود.